الان به مدت 7-8 ماهه که این بخش به عنوان بخش کرونا باز شده و ما از اسفند ماه درگیر این بیماری هستیم. متاسفانه هموطنان ما به این توصیه ها گوش نمیدن. ما درگیر موج سوم کرونا دوباره شدیم. تعداد بیماران بستری داره روز به روز بیشتر میشه و با حال وخیمتری وارد بخش میشن و هموطنان ما بدون اینکه توجه به این آمار داشته باشن بازم دارن شرایط عادی زندگیشون رو ادامه میدن. ازشون میپرسیم چجوری مبتلا شدین؟ میگن تو مراسم عروسی شرکت کردیم، تو مراسم عزاداری شرکت کردیم. گفتم مگه بارها به شما گفته نمیشه که تو این مراسم ما شرکت نکنین؟ میگن ما نمیدونستیم، ما فکر کردیم کرونا از بین رفته، ولی اینطوری نیستش واقعا. و همین مسافرت ها، همین شرکت تو مراسم عروسی، تو مراسم عزا، همین ها باعث شده که ما دوباره مواجهه بشیم با موج سوم کرونا که هم برای خود مردم این زیان باره، هم برای پرسنل کادر درمان که دیگه واقعا خسته شدن. دیگه بعد از 6-7 ماه با این لباس هایی که الان شما میبینین تو طول تابستون که اون گرما رو تحمل کردن، تو الانم که با این شرایط با این لباس واقعا براشون سخت کار کردن، ازشون خواهش میکنم، واقعا خواهش میکنم که به این توصیه گوش بکنن، هم به خاطر خودشون، به خاطر عزیزاشون. ما اینجا داشتیم مریضایی که پدر مادرشون رو در فاصله چند روز از دست دادن، خود بچه ها مبتلا شدن. یه عاملی که باعث شده ما موج سوم کرونا مواجه بشیم همین مسافرت های بیش از حدی بودش که ما تو مرداد و شهریور داشتیم به خاطر تعطیلاتی که بودش. خواهش میکنم از مردم تهران، استانهای دیگه، من الان پلاک های غیر بومی تو استان خودم زیاد میبینم، اینا مسافرن، مسافر باعث نقل انتقال بیماری میشه، مثل یه جنگ میمونه دیگه. ما تو دوران دفاع مقدس 7-8 سال جنگیدیم، دشمن شکست دادیم، الان هم اینا مثل یه جنگ میمونه. یه ذره سختی رو تحمل کنم. ما خودمون کادر درمانم نه مسافرت رفتیم تو این چند ماه، نه مهمونی میریم، نه عروسی میریم، یعنی به خودمون داریم سختی میدیم، چون میدونیم، میبینیم از نزدیک، لمس میکنیم که داره چه اتفاقی میفته. ولی مردمی که بیرون هستن، مردمی که تو خیابون هستن، اینو نمیبینن، لمس نمیکنن، میگن کرونای وجود نداره، چون نمیدونن اینجا چه بلایی داره سر مردم میاد. الان تعداد بیمارا هم زیاد شده، هم ماندگاریشون زیاده، دیرتر خوب میشن، دیسترس تنفسی اونا خیلی بیشتره. خود بچه های ما دچار بیماری شدن، یکی از پرسنل ما الان در منزل هستن و این پرسنلی که میره منزل شیفتاش به بین بچه های دیگه پخش میشه، این خستگی بچه ها دوچندان میشه. همه این بیماران وقتی که بدحال میشن انگار خواهر برادرها پدر مادرای خودمون هستن. این بیماری که بدحال بشه، خدای نکرده فوت بکنه، اثرات روحی روانی خیلی بدی برای خود ما میذاره. مدافعان سلامت رو دریابین، بیشتر به فکر ما باشین، از حضور در اجتماعات غیر ضرور جلوگیری کنی، واقعا مسافرت نیان. فقط از مسئولین اجرایی درخواست میکنم که زمان تعطیلات نرن عوارضی وایسن بگن شما از کجا اومدی، برای چی اومدی، برای چه کاری اومدی. یه خود قاطعانه برخورد بکنن، بگن اگه شما کار ضرور نداری برگرد. و بعضی ها میگن واقعا بی خیال این حرفا هستیم، ما اصلا باور نداریم. واقعا این حرفا آدمو ناراحت میکنه. ما این احساسو پیدا میکنیم که خودمون اینجا هستیم، نه تفریحی داریم، نه خونه پدر مادرمون حتی میریم، ولی اونا دارن میان هم تفریح میکنن، هم اصلا به فکر کسی نیستن. و این اثر بدی روحی روانی روی خود ما میذاره، واقعا عصبانیت در ما ایجاد میکنه و احساس میکنیم که کار بیهوده ای داریم میکنیم. از این ور مریض خوب میشه، خیلی خوب از ما تشکر میکنه، میره از اون ور اونا میان مریضای دیگر رو مریض میکنن و این چرخه بالاخره تمام نمیشه و این اثرات واقعا روی همه بچهای ما داره اثر میذاره. خواهشا خیلی خیلی جدی بگیریم.